در زمینه بحران‌های اقتصادی در ایران در این لحظه گفتگویی داریم با آقای احمد علوی، استاد پژوهشگر اقتصاد در دانشگاه سوئد از استکهلم. درود بر شما آقای علوی. چرا اینقدر در انتشار خبرها تناقض در دولت دیده میشه؟ به طور مثال همین امروز ابتدا خبر از حذف ارز نیمایی در مورد گوشت و چای دادند، بعد تکذیبش کردند. این جزء خبردرمانی حکومت هست یا داره کم کم بستر سازی میکنه برای افزایش بیشتر قیمت‌ها؟ و باید گفت در کجا تناقض نیست، اساساً در میان تصمیم گیرا، در میان اطلاعات که منتشر میشه پر از تناقض، پر از تضاد و ناهمگونی هست. و البته بخشش مربوط میشه به ناهمانگی میان دستگاه‌های حکومتی که به هر حال هر مسئول یا مقام حکومتی بر اساس نظرات به هر حال اون بخشی که فعال هست مسائل رو مطرح میکنه، انتشار میده اخبار رو. بخشش هم مربوط میشه به همون چیزی که شما گفتید، یعنی خبردرمانی، خبرسازی. یا البته نباید فراموش کرد که الان اگر نگاهی بیاندازیم به رسانه‌های حکومتی می‌بینیم متمرکز میشه رو خبرهای به اصطلاح مثبت، و این هم بخشی از این سیاست به اصطلاح خبررسانی است که مبتنی است بر ضد اطلاعات یا تحریف اطلاعات، برای اینکه به اصطلاح افکار عمومی رو آرام بکنه و التهاب به گونه مدیریت بشه و این مانع از این بشه که به هر حال تورم انتظاری بالا بره و قیمت‌ها خودش رو بیشتر نشون بده. و البته این چیز جدیدی نیست، نه در ایران نه در کشورهای دیگه. اما اون چیزی که به هر حال میشه گفت که تعیین کننده آن است که مردم آیا اخبار رو باور میکنن یا نه، اون تجربه عمومی و روزمره اونهاست. و با توجه به ساقط شدن سرمایه اعتماد عمومی حاکمیت، به نظر نمیرسه که این خبرسازی یا خبربازی یا فرضاً تحریف اخبار یا تمرکز رو اخبار خوب بتونه قانع کننده باشه برای مردم، کما اینکه همین رسانه‌های اجتماعی که بازتاب میدن نظرات مردم رو خودش بازگو کننده این امری که اونها نمیپذیرن این اخبار جعلی رو. آقای علوی، با توجه به نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی و با سابقه افزایش قیمت بنزین در سال 98 که موجب اعتراضات گسترده‌ای شد، آیا فکر می‌کنید جامعه باز هم تاب افزایش بیشتر قیمت‌ها رو خواهد داشت؟ ابتدا خدمت شما بگم که ریشه اساسی این سیاست حاکمیت که به طور خزنده ابتدا قیمت‌ها رو ببره بالا و بعد از اون به هر حال به طور یک جوری گردش اطلاعات صحیح رو دچار اختلال بکنه و بازارها رو سرکوب بکنه، یعنی سیاست، این سه سیاست باعث میشه که حاکمیت به هر حال به نوعی کند بکنه افزایش قیمت ها رو و گمان میکنه با این کار میتونه جلوی اون امواج اعتراضی مردم رو بگیره. منتها همطور که خدمتتون گفتم، با توجه به اینکه حاکمیت مشروعیت رو از دست داده و همچنین سرمایه اعتماد اجتماعی رو از دست داده، طبیعی است که مردم اعتماد میکنن به تجربه جمعی و البته روزمره خودشون به جای رسانه های حاکمیتی. بنابراین بحث بر این است که حاکمیت اینجا تلاش میکنه که قیمت ها رو ببره بالا. حالا چرا؟ برای اینکه یک ناترازی وجود داره در عرصه تولید، عرضه بنزین و همچنین تقاضایی که وجود داره. و البته این ناترازی استثنایی است. در مورد برق، آب و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و امور دیگه هم این وجود داره. و البته ریشه‌اش مربوط میشه به این که حاکمیت این منابعی رو که در اختیار داشته در طی بیش از 4 دهه به طور نابجا به کار گرفته، یا در عرصه جنگ با عراق، یا فرضاً مسئله جنگ‌های نیابتی، دادن رانت فسادی که گسترده است. بنابراین اون منابع به باد رفته و نمیتونه با سرمایه گذاری تراز ایجاد بکنه. حالا در مقابل یک انتخاب دشوار قرار گرفته، یا باید قیمت بنزین رو ببره بالا و در نتیجه این اعتراضات عمومی رو بپذیره که معلوم نیست نتیجه چیه، یا اینکه نه، قیمت‌ها رو ثابت نگه داره. در این صورت یه مشکل پیدا میکنه و اونم ناترازی بیشتر خواهد شد، بیشتر خودشونشون داد خواهد داد بخصوص در عرصه بودجه، و در نتیجه تورم افزایش پیدا خواهد کرد و اونم میانجامه به یک اعتراض عمومی. حالا این بستگی که به این داره حاکمیت کدوم یکی از این شیوه ها رو انتخاب میکنه و کدومش با ریسک کمتری براش
همراه هست. آیه علوی، مدت کوتاهی داریم، اگه ممکن است کوتاه پاسخ بدین به این سوال که خودتون هم اشاره کردید. بسیاری از منتقدین دولت در داخل ایران هم مدعی هستن دولت داره در آمار دستکاری میکنه، حتی آمار خودش دچار تناقض هست. از سوی دیگه هم دائما داره تلاش میکنه در رسانه‌ها برخلاف واقع از کاهش گرانی صحبت بکنه که اشاره کردن مردم هم بهش در واقع اطمینانی ندارن. خب وقتی دولت میدونه که مردمش مخاطبش نیستن، چه کسی مخاطب این قضیه هستش؟ قراره کی این خبر درمانی رو ببینه و لمس کنه؟ برای کی دارن این کارو میکنن؟ خب هرچند این بی‌اعتمادی عمومی گسترده است، منتها نباید فراموش کنیم الان یک قشر اندکی که طرفدار حاکمیت هستن، همونایی که کم یا بیش در مراسم حکومتی شرکت میکنن، به نظر میاد با توجه به سخنانی که مقامات حکومتی میگن، مخاطب اصلی رسانه‌ها، رسانه‌های حکومتی همون‌ها هستن و همون‌هاست که به هر حال به عنوان حزب رهبر حکومت هستن و حاضرن این اخبار جعلی رو بخرن و پیروی بکنن از حاکمیت، و البته نیروهای سرکوب حاکمیت هم بیشتر از اونها تشکیل میشه. و اگر حاکمیت اینجوری استدلال میکنه که من نمیتونم همه رو قانع کنم، من تو اگه طرفدارای خودم رو قانع کنم همین کفایت میکنه. سپاسگزارم از شما. احمد علوی، استاد پژوهشگر اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد.